خداوند هستی بخش و با سلام خدمت عزیزان، من بحث خودم رو در چند بخش تقسیم کردم که خدمتون عرض بکنم. بخش اولش این هستش که به این رشته مطالعات معماری بسیار وابسته هستم و علاقه من خوشبختانه داره تسری پیدا میکنه. البته نمیدونم چقدر ظرفیتش هست توی کشور که این رشته تسری پیدا بکنه، چون بالاخره تأسیس یک رشته کافی نیست، باید اساتیدش رو فراهم کرد و باید منتظر بشیم که این بچه ها به ثمر برسن و شاید اینا بتونن که این رشته رو گسترش بدن. ولی بدون ظرفیت، بدون ایجاد ظرفیت گسترش دادنش رو خیلی به صلاح نمیدونم، چون ممکن استش که نتیجه عکس داشته باشه. در ایران خب مستشرقین آغازگر مطالعات معماری بودن و آدم های بزرگی هم به این کار پرداختن، از هرسفلد و فریشمن گرفته تا آخرین نسلش که تقریبا هفته پیش فکر کنم که به رحمت خدا رفتن، آقای کلایس هست که کار ستورگی کردن در زمینه مطالعات معماری. و همینطور نمیشه از آقای گودار و آقای سیرو یاد نکرد، به دلیل اینکه این دو عزیز جور دیگری به موضوع ایران پرداختن و از ایران به جهان معماری نگاه کردن. بسیاری از مستشرقین از غرب شروع کردن به شرق نگاه کردن، بعد آمدن ایران رو دیدن و ایران رو مقایسه کردن با آن چیزی که در جهان غرب میشناختن، در کناره دریای مدیترانه و آناتولی و تا حاشیه تا بین النهرین. بنابراین هرچه در ایران میدیدن این رو با چیزهایی که قبلا میشناختن در مسئله به سمت غرب ایران با اون مقایسه میکردن. ولی آدم های مثل گودار و سیرو از اونجا داستان مطالعات رو شروع کردن و خب سهم عمده‌ای دارن. از پیشکسوتان ایرانی هم اگر بخوام که یادی بکنم، آقای دکتر پیرنیای عزیز ما میکنن و همینطوری آقای استاد مصطفی بودن، مرحوم دکتر ورجاوند بودن که به این موضوع برداختن، دکتر شهریار عد بودن، مرحوم مهندس مهریار بودن، آقای دکتر شیرازی عزیزمون بودن که به این موضوع پرداختن، آقای دکتر کیانی که خدا عمر و عزتشون رو افزون بکنه به این موضوع پرداختن، بالاخره پیش کسطانی بودن که به این موضوع پرداختن. و تا کار به اینجا رسیده که الان رشته به اسم مطالعات معماری در دانشگاه ها رخ داده. نکته ای که توصیه میکنم و باید من رو ببخشید، جسارت برای گروه دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، نمیدونم دانشگاه هنر هم داره یا نداره، این هستش که یواش یواش باید به فکر این باشیم که دانش لازم رو در این زمینه فقط در ایران جستجو نکنیم و باید از مرزهای فعلی سیاسی ایران فراتر بریم. در مرحله اول توصیه‌ام به این هستش که این جهان ایرانی رو بهش توجه بکنیم، کشورهایی که در آسیای میانه هستن
در اطراف ما هستن، عراق، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، هند، اینها هم در زمینه مطالعات معماری، معماری ایرانی کارهای زیادی کردن. این حادثه که اخیراً برای طاق کسری اتفاق افتاد، به این فکر میکردم که اگر که ما یک تعامل با مرمتگران و دانشمندان عراقی داشتیم، این همه دست به دامان دولتی نمی شدیم که دولت هایی نمی شدیم، هم در ایران و هم در عراق، که اراده برای انجام کاری به اونطوری ندارن. اون اراده ای که در بدنه کارشناسی و اندیشمندان وجود داره در دولت ها وجود نداره. دولت ها محدود به مسائل سیاسیشون هستن، ولی اندیشمندان در حوزه کاری خودشون دارن به موضوع میپردازن. این ارتباط خیلی راحت تر میتونستش که برقرار بشه اگر که از قبل بهش میاندیشید. گاه و بیگاه شواهد فراوانی میبینم از زمینه های مطالعات معماری ایرانی در کشور همسایه و فراتر از اون اروپایی ها که اروپایی هایی که دارن به این موضوع پرداختن، با علاقه دارن موضوع معماری ایران رو پیگیری میکنن، از آلمان و فرانسه و ایتالیا گرفته تا حتی پرتغال و حتی در ژاپن گروه هایی هستن که دارن به موضوع مطالعاتی میپردازن که به معماری ایرانی مربوط است و چی؟ اونها هم دارن به موضوع معماری ایرانی میپردازند. پروژه بزرگی به اسم جاده ابریشم رو میدونید که مدتی تعریف کردن و زمینه هایی رو دارن بررسی میکنن که بی ارتباط به کار ما نیست، چه در داخل خاک ایران باشه چه در خارج خاک ایران. بنابراین تقاضایی که میتونم از دانشگاه بکنم، حالا که امکانات صوتی و تصویری به این صورت فراهم شده، برای اساتیدی که در جاهای دیگر دنیا هستن بشه دوره‌هایی رو گذاشت که به ما و دانشجویان ما اندیشه هاش رو منتقل بکنن و به این ترتیب زمینه مطالعات معماری رو بشه به حدی که شایستش هست گسترش. نکته دیگه که باز هم به نظرم میرسه در مورد مطالعات معماری، شاید به دلیل خاص کشور، این هستش که دانشجویان بیشتر به سمت متن گرایش پیدا میکنن و از روی متون به دنبال این هستن که حقیقت رو پیدا کنن. من عرض میکنم که مصادیق هم به مساوی متن هست و بازخوانیشون بازخوانی شیرین تری هست. اگر بشه بچه ها رو ترغیب کرد که به جای توسل صرف به متن، به مصادیق توجه بکنن، اون وقت هستش که آدمی مثل من احساس رضایت بیشتری کنن. البته ممکن رضایت من خیلی اهمیتی نداشته باشه، ولی تجربه من نشون داده که مصادیق معماری به مثابه متن است. این نکته اول در اینجا است. نکته دیگری که در موردش میخوام به موضوع نزدیک تر بشم، بحث معناست و معناشناسی. معنا دلالت امری
بر امر دیگر. به عنوان مثال دلالت یک واژه هست بر یکی از حالات انسانی، مثلا مثل شادی. معنای شادی یکی از حالات انسان. معنای امید یکی از حالات انسان. ما پذیرفتیم به عنوان جوامع انسانی که از واژه ها به عنوان نماد یا سمبل یا نشانه معانی استفاده بکنیم. بنابراین مدتی است که از آغاز به نظر من زبانشناسا وارد این موضوع شدن و بحثی رو به عنوان معناشناسی مطرح کردن و این معناشناسی به بخش های مختلف تقسیم شد. یه بخشی شد نشانه شناسی که ما امروز راجع به نشانه شناسی شهری قرار استش که یک فتح بابی بکنیم و نشانه شناسی و معنی شناسی در شهر. به حال ما از طریق نشانه به معنا میرسیم. برای اولین بار گفته میشه که آقای دوسوسو بحث نشانه شناسی رو مطرح کردن، ولی همینطوری که به سابقه ذهنی رجوع میکنم چامسکی هم در این زمینه نکاتی رو مطرح کرده بود به عنوان یکی از زبانشناسان جدید. و آقای دکتر باطنی یادم هستش که قبل از انقلاب که می رفتیم همینطور آزادانه در کلاساتون شرکت می کردیم و بعد آقای کوروش صفوی که زبانشناس هستن در این مورد موارد رو مطرح کردن. اگر که بخوایم دنبال نشانه شناسی بود بریم، باید از یه جاهای شروع کنیم که آغازش زبانشناسی و بعد در مورد نشانشناسی در هنر هم یک عده کار کردن. باز هم به سابقه فکری که رجوع میکنم آقای دکتر سجودی در مورد نشانشناسی هنر کار کردن، ولی نشانشناسی معماری و شهرسازی سابقه اینکه ایرانی ها چیکار کردن خیلی مطلع نیستم. شاید کار زیادی کرده باشن در این زمین. از نظر من نشانه ها همون مصادیق هستن، مصادیق معماری و شهرسازی هستن که نمیشه بهشون بیتوجه بود. مصادیق در شهر همون عناصر اجزا تشکیل دهنده شهر هستن، در معماری هم همونطور عناصر اجزا تشکیل دهنده معماری هستن. توی این کسانی که به نشانه ها توجه کردن در سالیان اخیر یه آقایی هست به اسم آقای پیرس که نشانه ها رو به سه دسته تقسیم کرده. من در موضوع معماری و شهرسازی نتونستم که یا هنوز بهش فکر نکردم که این سه دسته رو در مصادیق معماری و شهرسازی بتونم که یه موازای شکلی و تصویری یا محتوایی ازش داشته باشم. سه دسته ای که پیرس ترسیم کرده و پیشنهاد میکنه سه دسته نشانه رو، یکیش میگه شمایل یا هم آیکونه. شمایل میان صورت و معنی یک شباهت سوری رو متصور هست، مثل اینکه شما بحث یک نقاشی رو از یک پورتره داشته باشید که این دوتا خیلی زود همدیگر رو معرفی میکنن. یعنی پورتره نقاشی رو معرفی میکنه و نقاشی
پورتر رو معرفی میکنه، احتیاج به ترجمه زیادی نداره. این رو به عنوان یک نشانه یا آیکون تلقی میکنه. بسیاری از نشانه ها هستن که همچه حالتی دارن، مثلا نشانه های گرافیکی برای خانه‌سازی شهر از این حالت استفاده میکنن که فورا تبادل ذهنی صورت بگیره. فرض بکنید که یک تمثیل بیچر میاد فورا میگه که منظورش از این نشانه این هستش که توجه به معلومی هست. یک دسته از دیگه نشانه ها ایندکس هستن یا نمایه که دلالت میکنن بر همدیگه، یعنی میان صورت معنی یک نوع رابطه علی رو قائل هستن در نمایه ها. مثلا فرض کنید که دود میتونه نماینده آتش باشه، یعنی دلالت بر آتش بکنه، یا حرارت بالایی مثلا در بدن که میتونه نشان دهنده تب باشه. این رو در قالب ایندکس داره معرفی میکنه و به عنوان یک نمایه معرفی میکنه. من خیلی دلم میخواد که در مطالعات معماری و شهرسازی به این سمت و سو بریم که امری رو که دلالت بر پدیده میکنه اینها رو معناشناسی بکنه از قالب این نشانه. یه دسته دیگری هم قائل هست آقای پیرس، بس سیمبول هست و نمادها هست. اینجا میگه که میان صورت و معنا یک نشانه قراردادی هست، یعنی مثلا شما از چراغ قرمز هیچ وقت احساس نمی کنید که معنای چراغ قرمز به شما بگه وایسا، یعنی علامت یه دست نیستش که بیاد جلو شما رو نگه داره، ولی قرارداد کردید که وقتی شما چراغ قرمز رو میبینید وایسید اگر سوار اتومبیل هستید یا اگر پیاده هستید. قراردادیه. واژه ها در متون هم همینطور، بسیاری از واژه ها هستن که قراردادی هستن، یعنی خودشون دلالت بر معنا نمی کنن مگر اینکه شما اون قرارداد رو بشنوید. در معماری هم همینطوره، در شهرسازی هم همینطوره. نمادهایی هستن که یک قرارداد اجتماعی رو روایت میکنه. میخوام بحث نشانه شناسی رو با نشانه شناسی شهری یک کمی ترجمهش کنم، ببرم جلو. اینطوری عرض میکنم که به عنوان مثال اگر که شما کاروانسرایی میبینید دلالت بر وجود یک راه داره، یعنی کاروانسرا نشون میده که شما تو بیراهه نیستی، این راه به یه جایی میرسه. ما قدیما که توی این بافتا گم می شدیم خب خیلی وارد یه شهر می شدیم، شهر تاریخی غریبه بود، این رو یاد گرفته بودیم که حتی برقی که پنج رشته هستن اینا به شبکه اصلی می دن. بنابراین با این تیرای برقی که پنج رشته رو داشتن بالا سرشون به راه اصلی میرسیدیم که گم نشیم تو باب، یعنی دور خودمون نچرخ. یه چیزی دلالت بر یه چیز دیگری میکرد برای فانا کردن امر. یا صنایع هم در کنار شهر هستن، هر جا صنعت دیده اگه وسط شهرم بود بدونید که یه روزی کنار یه راه. الان بسیاری از کارخونه ها در اثر توسعه شهری تو شهر قرار گرفتن، برای یک کسی که
داره یه شهر رو نگاه میکنه، باید فورا معنای این بده که این یه موقعی کنار شهر بوده و کنار یه راه بوده. من از مثال بعدی که اماکن مقدس هستن مثل بورست، مثلا بابای متبرک و اینا استفاده بیشتری میکنم. همیشه فهمم به این هستش که گورستان امامزاده نشانه یه گورستانه. گورستان هم نمیتونه که در متن باشه، حتما یه روزی در حاشیه. حالا به تهران که برمیگردم در مورد این بیشتر میتونم مثال بزنم. بنابراین پس یه بخشی از فهم شهر اینطوری حاصل میشه. این امامزاده یه روزی کنار شهر، کنار یه مجتمع زیستی بود. حالا اون مجتمع زیستی ممکنه حتی شهر نباشه، چیز دیگری باشه، ولی الان در متن شهر قرار گرفته. ولی من متوجه کنم که این تو متن نبود. گورستان نمیتونست وسط شهر باشه، طبیعی هم هست گورستان وسط مجتمع زیستی نمیتونه باشه، مگر اینکه اون مجتمع زیستی توسعه پیدا کرده باشه گورستان رو در بر گرفته باشه. بعضی وقتا نام ها دلالت بر امری میتونن بکنن. مثلا فرض بفرمید که تو تهران گذر لوتی ساله، اینو داستان دارن، روایت دارن، شهر داستان داره، خیلی از داستاناش پاک میشه، برخی از داستاناش باقی میمونه. کجا باقی میمونه؟ روی شهر باقی میمونه. اون زمان بعد از انقلاب بود، مرحوم دکتر روح‌ال امینی که مردم شناس بزرگی هستن، من باشون ارتباط داشتم برای اینکه اون موقع باغ و نگارستان رو میخواستن خراب کنن و فارغ تحصیلان دانشکده علوم اجتماعی خیلی مقاومت میکردن، کمک میکردن، میراثم باید اون موقع به وظیفه خودش عمل میکرد. وظیفه میراث این بود که از این افکار عمومی جامعه فرهیخته کمک بگیره برای اینکه نذاره باغ نگارستان خراب بشه. باغ نگارستان افتاده بود تو طرح توسعه سازمان برنامه. میراث فرهنگی اول باغ نگارستان ثبت کرد، بعد مواجه شد با یک مشکل جدیدی. سازمان برنامه بودجه میراث فرهنگی رو تخصیصش رو نمیداد. خب ما به این دلیل با دکتر روح‌الامینی بیشتر آشنا بودیم، مقالات تندی می نوشت در روزنامه اطلاعات، خدا رحمت کنه آقای دکتر حبیبی رو که اون موقع معاون رئیس جمهور بود، اومد و به داد رسید و خلاصه این جعبی که درست شده بود بالاخره کمک کرد که سازمان برنامه دست از سر توسعهش برد. و این باغ نگارستان که الان میبینید حاصل اون کوشش های اون موقع هست. فالان بعضی میگن یه عکس میگیرن میشن قهرمان ملی، دو تا خط هم زیرش مینویسن میگن ببینید مثلا همه چی از دست رفت، دو تا پوش هم به مثلا میراث فرهنگی میگن، خیلی قیافه قهرمانان رو ببینید. موقع اینطور نبود، یه دید باید به پای زندگیشون وای میستادن برای اینکه یک اثر رو بعدم مداوم هیچ کس هم نمیدونه. به هر حال این آقای دکتر روح‌الامینی به من میگفتن که آقا من گم شدم، هنوز اینترنت اینا هم نیومده، میگو من آدرسم بوده خیابون ملک کوچه بهار پلاک نمیدونم مثلا 37. الان اول اسم خیابون ملک رو برداشتن، بعد اسم کوچه‌مون هم عوض کردن، تازگی اومدن پلاکمون هم عوض کرد.
میگه من اصلا گم شدم با تمام مخاطباتی که داشتم، بیشتر هم ایشون تحصیل کرده فرانسه بود، با دوستانش و خلاص امثال خودش، گفت من گم شدم توی تو آدرسم گم شد. نام ها دلالت بر اموری میکنن، دلالت بر وقایع. بحث دیگه بحث خونه ها از منظر نشانه شناسی که معنی دارن، یه سری از معانی شناخته شده است، یه سری از معانیش به اون ترتیب شناخته شده نیست. یه مثال میزنم براتون. در میدان فلسطین یک خونه بود در ویل جنوب غربی که دفتر کار فرمان فرما بود و ما جلوی تخریب اینو گرفتیم و میگفتیم که نباید خراب. دانشگاه امام صادق اون زمین رو گرفته بود و میخواد خراب کنه مسجد. اول نمیدونستیم بخواد مسجد بود، بعدا متوجه. استدلال یه روزی تو دفتر آقای مهندس بهشتی، آقای این دانشگاه امام صادق هم بودن، استدلالش این بود که شما برای چی میگید این تاریخیه؟ این نه گچبری داره، نه آینه‌کاری داره، نه مثلا چیزی منبت داره، شما چرا میگین تاریخ؟ یا همین اتفاق واسه خونه زنده نوابی که دو ماه پیش، یه ماه پیش خراب شد، در نهایت خراب شد اتفاق. استدلال ما این بود که میدان فلسطین یا میدان کاخ صابه تنها میدانی توی شهر ما که دو تا دورش خانه هست. میدان های دیگر اینطور نیستن، بدنه های تجاری و فعالیت و اینطور چیزا دارن. این میدان دو تا دورش خانه هست که الان هم همون سازمان تبلیغات اسلامی و اینایی هنوز هستش. یه دونه گوه، یه دونه میزون هستش که سر نفش فلسطین هست، هنوز هست. دو تا خونه در شمالش هستش که هر دو تاش ثبت آثار ملی کردیم. این مغازه ها بعدن اومده اونجایی که داروخونه و اینا هست، ولی همه خونه بوده. یه میدون شهریه ولی طراحی توسعه شهری که دو تا دورش خونه است. ما اینو به عنوان یه ارزش شهری تلقی می‌کردیم و میگفتیم که این خونه، خونه‌ای که دفتر کار فرمان فرما بوده، یک نشانه شهری رو کامل می‌کنه. ولی این خونه قابل قبول نبود از طرف مخاطبه که در نهایت خراب کردن و این مسجد رو ساخت. بسیاری از خونه ها مکان خاطره، اتفاقات فراوانی درشون افتاده، حتی ناشناخته ترینشون هم مکان خاطره که خاطرات نسل های قبل رو در خودشون دارن. شهر که نمیشه خالی از خاطره کرد، شهر بدون خاطره خوابگاهه یا کارگاهه، محل کاره. ممکن است یک مصداق چند تا نشانه داشته باشه، یک خانه ما رو به چند تا نشانه را هدایت کنه، ولی خوندنش با ما هر چقدر که نشانه ها رو بهتر بخونی، پایداری شهریمون هم میسرتر میشه، امر حفاظتمون هم میسرتر میشه. نشانه دیگری که بازم در شهر به نظرم میرسه، وقتی مسجد جامع دیدیم باید بدونیم که توی هسته کهن شهر هست. وقتی بازار دیدیم باید ببینیم که توی مرکز تجاری مرقس شهری هست. یعنی این موقعی شهر با همه روابط با عرصه‌های پیرامونه در یک جایی تمام تبادلات اقتصادیش صورت می‌گیره، اونم بازار. وقتی یه بازارچه می‌بینیم یعنی که توی یه محله هست، اونجا یه محله بوده. این نشانه ها
این نشانه ها دلالت بر امر دیگری میکنند که همون تاریخ تحولاتش هست. مثلا اگر جوی پر آبی دیدید که آب تمیزی داره، دنبالش برید به قنات میرسید، باید به سمت سربالایی برید چون آب سر پایینه. با مظهر یه قنات سر کار بید. هر جا که مظهر دیدید بدونید که توی آبادی هست یا توی روستا هست. یا اینکه بالاخره یه نفر اومده این آبو بکشه دیگه، یه جوری رفت پیدا کرده به شهر. درخت ها خیلی برای من اهمیت دارن. اولا که تصور میکنم که درخت چنار تو مزاره و اینا پیداش نمیشه. درخت چنار با مجموعه های زیستی خیلی رابطه داره. درخت چنار با قنات یا چشمه رابطه داره. یعنی درخت چنار دیدید بگردید قنات رو پیدا کنید، یا بگردید چشمه رو پیدا کنید و بعد بگردید روستا رو پیدا کنید. اگر درخت چنار ردیفی پیدا کردید، بدونید که با یک باغ مواجه بود که الان نیست. ببینید ما نشانه شناسی میکنیم برای اینکه امر پنهانی رو معلوم آشکار. شهر با چنار از نظر من یه پیوند نزدیکی داره و معابر شهر. شهر سایه میخواد، چنار هم این کار براش میکنه. کافی که آب از کنارش رد شه. یکی از خاصیت های چنار این هستش که خودش رو میرسونه به لایه های زیری آب، به قنات ها میرسیم به خودش. الان که میبینید یه هو تو خیابون ولی از یه ردیف چنار پنجتاش خوش میشه، مال اینه که اون پنجتا به یه قناتی وصل بودن که در اثر گودبرداری عراضی بالدست اون قنات کور شد. الان روبروی خونه ما یه گودبرداری زیادی شد، 15 متر یه دونه ساختون بلند ساخت. آب رو انداختن توی کوچه، با پمپ میارن توی کوچه. آب قنات بوده از زیر اون ساختمون رد میشد، از زیر اون باغ قبلی رد میشد. من این صدای آب، تنها صدای آبیه که تمام روحیم رو تحت تاثیر قرار داد، چون میدونم که بالاخره این قنات میرفته عرضی پایین دست، یه سری از این درخت چنار بهش وصل بوده، باقی بهش وصل بوده. این مسیر عوض شده دیگه، آب میافته توی جوب میره توی فاضلاب شهری و میره از شهر خارج. یکی دیگه که برام مهمه این نحوه انتظام شبکه ارتباطی تو شهر. وقتی که نقشه شهری جلوتون بازه، از هندسی و غیر هندسی بودنش میتونید که اون نقاطی که روستایی هست رو تشخیص بدید. از ریزدانگی ها میتونید نقاط روستایی رو تشخیص بدید. یعنی دو عامل، یکی هندسه، اگر که دیدید که یک هندسه منظمی نیست و اگر که دیدید که یک بافت ارگانیک باش مواجهید، باید بدونید با یه هسته روستایی مواجه هست. دارم راجع به نشان شناسی صحبت میکنم که بحثی از معنا شناسی و از همین انتظام، نحوه انتظام شبکه ارتباطی میشه به قدمت فکر. فضای شهری هم همینطور، فضای شهری قصه گوی تاریخ شهر است. همه تحولات تاریخ شهر،
الان مثلا فرض بفرمایید میدون توپخونه سابق میدون امام خمینی فعلی کاملا رفتار ما رو با این شهر نشون میده، تمام شواهد هست از همه دوره های تاریخ. دهه 40 میان ساختمون بلدیه رو خراب میکنن و بعد ساختمون مخابرات خراب میکنن، تلگراف خونه رو، یه دونه ساختمون بلند میسازن به جای مخابرات، بعد جای اون ساختمون بلدی هم هیچی نمیسازن. حالا قبلا اینا دو تا ساختمون موازی هم و روبرو هم و هم قد هم بودن. یعنی ببینید چقدر تعادل بصری و گرانیگاه به هم میخوره. یعنی اصلا شعور میدان وجود نداره، اصلا شعور فهم میدان وجود نداره. یکی میره میشه 15 طبقه یه ساختمون بتونیه و یکی میشه یه سطح صاف پارکینگ، بعد میشه پارکینگ اتوبوس. این نشون دهنده اینه که طرف میدون نفهمه. یه تیر دیگه بعد از انقلاب میخوره بهش، ایستگاه مرکزی مترو رو که میسازن، میان تو عرصه میدون ورودیشو میذارن، بعد این ورودیشو در جهت هندسه میدون نمیذارن، یه طرف دیگه میذارن. اینا از نظر من نشانه‌های شهری. اصلا شما لازم نیست این مدیره رو ببینید، میتونید کاملا توضیحش بدید. حتی مهم نیست حتی اسمش چی، تحصیلاتش چی، شهر رو نفهمه. این صفتش، نفهمیدن شهر یکی از صفات مدیران شهر. همه اون ساختمان اطراف روایت داره. سر خیابون ناصر خسرو سال 60 یه دونه بمب منفجر میشه، یه تعدادی از ساختمان‌های محلی اودلاجان خراب میشه. یه بدنه شهری چیزی داشته، موقری داشته مثل خیابون ناصر خسرو. میان اولا که اینجایی که خراب شده چیزی نمیسازن، یه پرده اونورتر سعدی جنوب ادامه میدن، ساختمان 8 طبقه چیز مثل لونه زنبور میسازن، پشت کار ساختمونای سعدی جنوبی میشه نمای جدید میدون. این نشانه شهری بوده. درسته که یک کمی حرص میخوریم، ولی باید نشانه ها رو بفهمیم که چه اتفاق، اگر چه اتفاقی تو شهر افتاده، اگر فهمیدیم و توضیح دادیم میشه جلوش هم گرفت. نشانه ها زیاد هستن، من الان خیلی بهش نمیپردازم. یکی از این نشانه ها که خیلی دوستش دارم، میخوام بگم چیزای ریزم میتونه نشانه باشه، این تیرای چراغ برق. تیرای چراغ برق دوره بلدیه، تیرای سیمانی هستن، یه پای گلدونی قشنگ دارن، دو تاش توی محوطه دانشگاه هنر هست، بین دانشگاه هنر و وزارت امور خارجه یه کوچه هست، این تو محوطه دانشگاه هنر کنار نرده اونجا مونده، یه دونش تو خیابون فرهنگه تو یه کوچه هست. هر دفعه که از اون بر رد میشم ماشین یه جوری نگه میدارم، یه جا پارک پیدا میکنم، میرم تو اون کوچه ببینم اون تیره هست یا نه. چند تا اینا سیمانی نه، چوبیش تو جماران بود. تو میدونی که قدیما همه اینا تیرای برق چوبی بود، تو منطقه های مهم شهر سیمانی بود، توی کوچه ها اینا چوبی. وقتی که سنگ فرش میکردن تو طرح ساماندهی محل جماران، سنگ فرش که تموم شد، اداره برق اومد این تیرا رو ورداره،
چوبی ها رو تو کوچه نیایش گرفتش. پایین تر از یه چنار قدیمی، بزرگترین چنار تهران الان اینه، نصفش رفته تو مچه. دوتا که ما اعتراض کردیم آقا اولا که قبل از این باید این کار میکردیم که سنگ برش بشه، حالا سنگ برش شده چرا؟ خلاص خیلی مبارزه کردیم که این تیرها رو حفظ بشه، چون به عنوان نشانه های از شهر تلقیش میکرد. من بحث هم اینطوری شکل توی بحث معناشناسی که کار شماست، که کار مطالعات شهریه، به بحث نشان شناسی رفتم و فقط در موضوع نشان شناسی شهر تاریخی یه سرفصل رو باز کرد. بحث دومم که با یه مقدمه شروع خواهم کرد این نگاهی که به شهر داریم، بحث خواندن شهر، روایات مختلف میشه شهر رو خون. اینجا این بحث که من مطرح میکنم خدمتتون اسمش هست متن و حاشیه، تهران از متن تا حاشیه. عرض میکنم که متن شهر امری متغیر هست، متن شهر هم متغیر هست، یعنی لایه به لایه هست. متن شهر خودش ثابت نیست، بلکه شهر است که حکم میکند که کجای شهر متن است. و این حاشیه که در موردش بحث میکند تابعی از اون متغیر قبلیه، یعنی متن نفسش به نفس شهر بست. این هم یک جای ثابت نیست، در حال سیال و هر دوره حاشیه نشینی خودش رو داره و حاشیه خودش رو داره. چیزی که امروز مطرح میکنم که البته امر نامعلومی نیست اینه که حاشیه بخشی از متن، و هر دو حاصل توسعه و تداوم حیات در شهر. تهران امروز حاصل این دو تاست، متن و حاشیه. این بحث نشانه شناسی شهری که مطرح کردم و بحث متن و حاشیه که به عنوان یکی از بحث‌های نشانه شناسی شهری مطرح خواهم کرد به تفصیل بیشتری در مورد تهران، از نظر من که علاقه و حرفم بیشتر متوجه حفاظت از شهر تاریخی بوده، یه روش، یه ابزار حفاظت. من میگم اگر خانه‌های شهر حاصل بشود شهر رو بهتر میشه. من میگم آن چیزی که باعث از بین رفتن شهر میشود چه حالت است؟ نادانی نسبت به شهر. شهر رو غلط بفهمیم دچار اشتباه میشه و این بلایی رو به سرش میاریم که تو میدون توپون آمدیم. این رفتار رو باش
میدونید که این دوره میدون توپخونه که میدون به این روز میفته، مخابرات خراب میشه، تلگراف خونه خراب میشه، مخابرات میاد، بلدیه خراب میشه، پارکینگ میشه و چیزا، همزاد میدون هفته پیره. یعنی طرحهای توسعه شهری ما میرن به سمتی که فضای شهری رو نبینن، بر اساس قطعات زمین میدون استقرار پیدا میکنه، کاری نداره به نما. 60% شمال بلوک میشه میدون هفته تیر، میشه میدون ونک. به میدون کاری نداره، به قطعه کار داره، کوره، نادونه، میدون نمیبینه، فضای شهری رو نمیبینه و این اتفاق میفته برای شهر قدیمش و شهر جدیدش. برم توی بحث شیرین پاورپوینت. کاش که امکان گفتگو بود، اگر که نکته هست بفرم. های دکتر اگر نکته هست بفرم. نه خواهش میکنم، منتظر هستیم اگر که پاورپوینتی هم دارید شما که میخواید روش صحبت بکنید، اضافه صحبت بکنید، آخر کار بچه ها سوالاتشون رو بپرسن، چون اینجوری فکر میکنم خیلی طولانی بشه اگر که بخوان الان وسط بحث شما موضوع سوال رو مطرح کنم. باز هر جو شما صلاح میدونید. آقای دکتر ما در حضور شما الان جسارت میکنیم ایبی نداره؟ شما دارید بزرگواری میفرمایید و بنده نوازی میکنید، با این جملاتتون ما رو شرمنده میکنید. ببخشید. الان این پاورپوینت اومده رو صفحه؟ بله من دارم میبینم. عرض بکنم خدمتون که در سال 2014 ماه می 2014 یک کنفرانسی در مورد تهران در پاریس بود. من و استاد عزیزم دکتر حبیبی در این کنفرانس شرکت کردیم و خانم دکتر سعید، دکتر مینا سعید. خانم دکتر مینا سعیدی فیلم و اینطور چیزا روز قبلش بود. خانم دکتر مینا سعیدی در مورد بریانک یک فیلم تهیه کرده بودن و مطالعاتشون در مورد اونجا. آقای دکتر حبیبی در مورد اسلام شهر صحبت کردن که یک مجتمع زیستی حاشیه‌ایه که بعد تبدیل شده به یه شهری که خودش داره خودشو میسازه و خودش فضاها یه مورد نیازشو خلق میکنه. و من هم این پاورپوینت رو اونجا اولین بار تهیه کردم و ارائه کردم در مورد بحث تاریخ تهران هست و نحوه تحولاتون، منتها رو بحث نشانه ها تاکید داشت. به هم دلم امروز که قرار بود که خدمت شما باشم بحث نشانه ها رو به عنوان مقدمه مطرح کردم، برای اینکه به عنوان مکملش بعدا یک مروری کرده باشم به تاریخ شهر و همینطوری به این نشانه ها رو تو شهر یک گفتگو، یک تعاملی باش کرده باشم. حقیقتش این هستش که من امروزم توی یه مطلبی گفتم این رو، توی روزنامه همشهری در اومده، مثل که هفته رشته و از من خواستن که یه مطلبی راجع به این نامگذاری یک روز یا یک هفته به نام یک شهر یه چیزی بنویسم. بحثم این است شهر معمولا، مگر دولت شهر، شهرها به یک بار اتفاق نمی، شهرهای پایدار شهرهایی هستند که به تدریج شکل می گیرند و در طول تاریخ. تهران هم از این وارد مستثنا نیست.
یک مروری میخوام بکنیم به اینکه این روند تحولات و توسعه شهری رو بر اساس نشانه ها یک بار گذشتش رو بشه پیدا کرد و این گذشتش رو آورد تا به امروز و بگیم که حرف اصلی اینه که تمام این شهر پر از نشانه است و دو اینکه حاشیه خیلی مهمه. به حاشیه شهر بی توجه نباید بود، چون یه روز میشه مطمئن. این نکته ای که دارم بهش توجه میدم، از عرصه حدود 700 کیلومتری مربع، راستی ما آخر نفهمیدیم تهران چند کیلومتر مربع، تقریبا کسی دیگه هم نمیدونه احتمالا، بله، از 680 همینطوری داریم تا 705. حدود یه شهر اگر 700 کیلومتر مربع باشه، یه نطفه داره، یه بستر داره این شهر و یه نطفه داره که این نطفه کمک میکنه و اینکه ببین چجوری مثل یک سنگی که میندازین توی یه دونه برکه چجوری این شعاع باز میشه و شهر در طول حیات خودش کنار این نطفه اولیه استقرار پیدا میکنه. اگر که بخوام یه مروری بکنم به تاریخ تحولات شهر، میرم از اون روستای تهران میخوام شروع کنم. البته این قدیمی ترین تصویری هستش که از شهر تهران هست، یه گراوریه که یه ایتالیایی تهیه کرده، خودتون متوجه میشید که یه مقداری قلوف تو زیاده، دماوند اصلا اونجا نیست، به اون تیزی نیست، ممکن استش که در توصیف حصار شهر هم همین اتفاق اینطوری نیستن که مثلا فرد به فرد اینجوری بخوان که دیده بشن، ولی برای این قدیمی ترین تصور تصویری هست که از شهر هست. بر اساس شواهد تصور میشه که محل تلاقی، انشالله که این موت من حرکتش دیده بشه، فلاشه نمیدونم دیده میشه یا نه، بله دیده میشه آقای دکتر، محل تلاقی دو تا راه که یکیش امتداد بازار نوروزخانه که میره به خیابون پامنار و بعد میره به درباز شمرون، و یکیش امتدادیه که از بازارچه پاچنار فعلی میاد به دروازه حضرتی. اینجا یه تقاطع داره به اسم چارسو و یک رسته کهن اینجا هست به اسم مسجد جامع. تصور میشه که اینجا ده تهران، ولی محدوده و لبش کجاست معلوم نیست. چند تا سند هست برای اینکه سند شهری، برای اینکه بگیم که روستای تهران کجاست، چون در مورد تهران حرفای بی خود زیاد شنیدم که مردم تو زیر زمین زندگی میکردن. اگه مردم زیر زمین زندگی میکردن فهم مچه جامعه چیه. من تو مچه جامعه آقای دکتر دوره آلبویه دیدم، ستونای دوره آلبویه دیدم، الان هم هست، این گچه روشو برداشتن ستونه اومده بیرون. دوره آلبویه آجرایی داره 17.5 در 17.5 در 3 سان خیلی معروفه، هر جا بریم بالاخره اینو ببینین معرف دوره آلبویه است. اگه مردم توی مثلا سوراخ‌های زیرزمین زندگی می‌کردن، این امامزاده ها چیه؟ نکته بعدی، پس یکی جای مسجد جامع است، یکی دیگه محل امامزاده ها. اینجا چند امامزاده داره؟ امامزاده سید اسماعیل شماره 3، امامزاده زید شماره 2، امامزاده یحیی شماره 1 و امامزاده سید نصرالدین شماره 4. اینا نشانه های گورستان های این ده هست، قبل از شکل گیری شهر وجود داشتن، پس اینا میتونن ترسیم کنن ده رو، بگن که لبه های این ده میتونه کجا باشه. در سال این رو سعی کردیم که اون حرفا رو روی عکس هوایی سال 35
پیاده بکنیم، یه همچی حدودی از شهر رو در بر میگیره. این خیابان 15 خرداده، این خیابان خیامه، این خیابان مولوی است و این خیابان سیمی. توی این نامگذاری خیابان ها به نام مشاهیر، سعدی و حافظ و فردوسی و اینا، مولوی تفلک جاش خوب نشد، بعدا خوب نشد، اونا اول که نمیدونستن این چیزای خوب نشد. این خیابون مولوی هم اینجاست. سال 961 شاه طهماسب میاد دور این ده رو یه دونه دیوار میکشه و یه شهر بنیاد میذاره 400 هکتار. بازم در مورد تاریخ شهر هم حرف زیاده که مثلا فرض کن این به خاطر اینکه جدش در حضرت عبدالعظیم بوده اینجا، حضرت حمزه، امامزاده حمزه، نه این نبوده. آقای شاه طهماسب سه بار لشکرکشی میکنه برای دفع حمله ازبک ها و هر سه بار در تهران اردو میزنه و بعد تصمیم میگه که بار سوم که خب اینجایی که هی داره میاد بره ازبک ها رو دفع کنه، از غزنی میومده میرفته سمت اسفراباد و خراسان و اون طرف ها، میگه که خب اینجا یه شهر بزنیم. میبینه که بالاخره یه جای مهمیه. بعدم میدونید که پادشاهان صفویه یه مشکلی که داشتن با شهرهای قبلیشون، مدیریت شهرهای قبلیشون دست سنی ها بوده، همونطور که مثلا مدیریت ری مثلا قبلا در اختیار سنی ها بوده و تهران همیشه پایگاه شیعیان بود به دلیل این امامزاده هایی که درش هست و به دلیل متونی که از قرن سوم چهارم راجع به این ده حرف زدن تا دوره شهر شدنش. پس یک پایگاه، یک روستای شیعی رو تبدیل میکنه به یک شهر، یه حصار میکشه دورش. هر جا حصار شبکه ارتباطی روستا رو با آبادی های اطراف یا با شهرهای اطراف قطع میکنه، یک دروازه میذاره. راهی که به شمران میرفته یه دروازه پیدا میکنه، راهی که به ری میرفته و از اونجا به جهان میرفته، چون ری بودی که با جهان در ارتباط بوده، یه دروازه میذاره که اون میشه بزرگترین و مهمترین دروازه شهر. راهی هم که به قزوین میرفته یه دروازه. 961 شهر از اون به بعد رشد آرامی داره تا 1200. 1200 دوباره همین اتفاقات میفته. یعنی وقتی که شما تاریخ شهر رو مطالعه میکنید، میبینید که آقای کریم خان هم مرتب میامده اینجا به خاطر اینکه دفع حمله یاغیان مناطق شرقی رو بکنه. پایتخت شیراز بوده، دارالحکومت شیراز بوده، ولی مرتبا در تهران اقامت داشته. برای اینکه جای مناسبی بوده برای دسترسی به نواحی شرقی، شمالی و غربی، یک نقطه استراتژیک بوده تهران. من الان دارم روی کاری روی کاخ گلستان کار میکنم، متاسفانه خیلی هم کند دارم کار میکنم، چون یه جاهایی معلوم نیست، حرفم تا دلتون بخواد زیاد. عجب راحت حرف میزنید، عجب راحت قضاوت میکنید. هر حقیقتی رو بخوای برای تهران حداقل معلوم کنی، مکافات داری. بعد از اینکه معلوم کردی، دیگران استفاده میکنن، نمیگنم کی گفت. دیگه از چیز این، از این فساد اقتصادی بدتر همه شمول شده. بنابراین آقا محمد خان وقتی که یواش یواش شروع میکنه بالاخره با همه در افتادن و ایل زند رو هم از دور خارج میکنه، میاد تهران پایتخت میکنه. قبل از این که
تهران فتح میکنه ولی ایل زن هنوز 1206 این موفق میشه که لطفعلی خان رو سرکوب کنه. 1200 تهران پایتخت کرد. به این فاصلش زیاده، 6 سال بعده که این تمام عوامل داخلی رو سرکوب میکنه. البته تا قفقاز میره، تا لبه گرجستان میره، تا هرات میره، اصلا آرام و قرار نداره. تا روز آخر حیاتش هم در حال همینجوری، اصلا استراحت و بر تخت نشستن اینا نمیده. به هر حال این نقطه یه نقطه استراتژیکه که آقا محمد خان میاد اینجا رو پای تخت میکنه، به خاطر اینکه از یه طرف بیل قاجار نزدیکه و استراباد و گرگان، از یه طرف به فلات مرکزی بدون مانع راه داره و دسترسی به همه جا براش برقرار. 1200 اینجا میشه پایتخت. هیچ سندی تصویری از 1200 نداره. اینجا روی عمدن گذاشتم رو نقشه شهر که شما بدونید این 1/3 از وسعت شهر امروز، چون این 400 هکتار، 1/3، یکم بیشتر از 1/3، یعنی 1% هم نیست. اولین نقشه 1242 تهیه میشه، یعنی 1242، یعنی 300 سال بعد از تأسیس شهر. دومین نقشه 1269 تهیه میشه، میبینید که 1269 هنوز بخشی از تهران باقه، تو 400 هکتار بعد جاش باقه، ولی شواهد نشون میده که بیرون از این حصار یک عده‌ای برای خودشون یک کارایی دارن میکنن. این نشونه ها مربوط است به اقداماتی که داره بیرون از حصار میشه. مثلا فتحعلی‌شاه برای خودش باغ درست میکنه، چند تا باغ درست میکنه، باغهای مختلف اطراف شهر، آبادی های اطراف شهر توسعه پیدا میکنن. بعدا تو آمار میاد که این حاشیه های اطراف شهر پر از جمعیت شده. و آبادی ها شروع میکنن به توسعه پیدا کردن. اینقدری که آقای نجم الملک در سال 1284، یعنی 84 سال بعد از پایتختی، جمعیت داخل شهر را میگه 9000 نفر، جمعیت پیرامون شهر را هم میگه 9000 نفر، یعنی جمعیت حاشیه به اندازه جمعیت شهر. ۱۲۸۴ شهر میشه 2500، یعنی 6 برابر. بعد این شهری که 8 بچه به تبعیت شد از باستیون پاریس، دیگه دیوار هم نداره بلکه خندق داره. من همیشه دنبال این بودم که ببینم این داستان خندق چه شکلیه. خب به مدت اول فکر میکردم خندق دیگه خاک برداشتن، ولی بعد فکر کردم خب خاک خندق کدوم من ریختن. اخیراً یه عکسی رو دیدم، یه کتابی داره در میاد از کارت پستالای تهران، کتاب فوق‌العاده جالبیه، فوق‌العاده جالبه. یه کتابی داره در میاد از کارت پستالای تهران که یه عکس از دروازه دولت از بیرون شهر داره و این عکس نشون میده که خاک خندق ریختن به سمت داخل شهر، یعنی کسی که از آب که میاد از بالا میرزه تو خندق، کسی که میاد اول باید بره تو خندق، بعد باید بره از این خاک ریزم بره بالا تا برسه به داخل شهر. اون خاک ریزم امکان دفاع از شهر رو مثل هر خاک ریز دیگری فراهم میکنه. میبینید که از 1285 هم که شهر توسعه پیدا کرده، دور تا دور پر از نقاط حاشیه ای هست. این رشد شتابان همینطوری ادامه داره. آبادی اطراف مهم میشن. شهر جدید 12 تا دروازه داره و همه این دروازه ها به یک راه های خط میشن. اعیان رجال هم در بیرون شهر برای خودشون
آبادی درست میکنن. یعنی اینجا یک نقطه میشه برای پراکنش جمعی. از 1309 شروع میکنن خندق رو پر کردن، دروازه ها رو خراب کردن. احتیاجی هم نبوده دروازه رو خراب کنن، ولی بالاخره هر رژیمی میاد سرکار، رژیم قبلیش رو سعی میکنه که پاک کنه. همین کاری که قاجاری ها مثلا تو اصفهان با دوره صفویه کردن، دوره پهلوی هم با دوره قبلیش کرد. جالبه که پر کردن خاک خندق هزینه داره برایش بلدیه تهران. آگهی هستش که اعلام میکنه هر کس خندق رو پر کنه میتونه مالکش باشه، هر جای خندق رو پر کنه. به هر حال نقش این خندق رو شهر همه جا باقی نمیمونه، این شمال باقی میمونه که خیابون انقلاب، این گوش از میدون شهداست تا خیابون انقلاب هست، این لچکی، این خیابون 17 شهریوره، این پایین میدون خراسونه، این پایین تر از خندق میدون شوشه. راهن هم یک کمی این مبربه رو تو اراضی داره، تو کاداستر اراضی داره. این خیابون سیمتری نظامیه که بعد شده سیمتری کارگر. این هم داستان جالبه، بعد از انقلاب متوجه نشدن که این سیمتری نظامی منظورشون اون سیمتری ارتشی نیست، بلکه نظامی شاعره. اومدن اسم اینجا رو عوض کردن، کردن سیمتری کارگر. این پاک شده، میدون پاستور تا چهارراه ولیعصر، این توی شهر پاک شد. برای شهر بدون دروازه است. و جالبه که همینطوری حاشیه‌ها در حال اتفاق افتادن هستن، همینطوری که اینجا به صورت نمادین آوردم. نمادین هم نیست، رو نقشه‌های شهر همه اینا رو پیاده کرد. این میشه مقارن 1320 به بعد. این اولین طرح 5 ساله تهران، نقاط حاشیه‌ای شمال شهر در اختیار باغ‌ها و اعیان و رجال، شرق و غرب شهر در اختیار کسانی که بالاخره دستشون تنگتر بوده، کارگران و بخش خدمات. جنوب شهر هم اصلا میل به توسعه نداره. این جنوب شهر این خط میلیون شوشه، این پایین جاذبه توسعه نداشت تا بعدا این اتفاق براش بود. من پرده به پرده اینا رو از سرویهاتش صرف نظر بکنم. 1332 از روی نقشه آمریکایی ها من مسیسی جغرافی ارتش، این قرمزه توسعه شهر در 1332 تا 34 تا شهر تا سال 1347 ترجمه نداره. یکی از دغدغه های من هم این هستش که این ترجمه رو ببینم که 1330 به بعد، بعد از بلدیه تا 47 که ترجمه تشکیل تهیه شده، توسعه شهری دست کی بوده؟ شهرداری بوده یا وزارت کشور بوده یا جای دیگه بوده؟ ولی توی کتاب دکتر کریمان فقط هست، تو شهرداری نیست. یه محدوده 5 ساله داره و یه محدوده 25 ساله، که محدوده 25 ساله که قبل از سال 47 وجود داشته در شهرداری تهران برای برنامه توسعه شهری تهران، این محدوده همون محدوده که ترجمه میپذیره، ترجمه 47 میپذیره و همون محدوده که ترجمه فعلی تهران هم اون رو پذیرفت. ترجمه فرما فرما 47 است و شهر حقیقتش این هستش که دیگه محدود به این حد محدوده هم نیست، از دماوند تا هشک شهر و دارای یک ساختار تاریخی که در 3 حوزه شهری پراکنده است. یک همون تهرانی که راجع بهش حرف زدیم، یکی شمران و دیگری ری و شهر مگاپولیس، اینا رو به هم دیگر پیوند. بحث دوم طبقه بندی این نشانه ها، حقیقتش بخواد یک کمی هم خسته شدم، شما حتما بیشتر از من خسته شدید. من سعی کردم که با اون دیدگاهی داشتم سال 2014 یه طبقه بندی کنم. الان اگر بخوام طبقه بندی کنم یه چیزای دیگری را به این اضافه خواهم کرد که بالاخره این اسکان ها در حاشیه
به چه صورتی بوده. بحث اولش این است که اماکن مذهبی که بودن در کنار مجتمع زیستی استقرار پیدا میکردن، مثل امامزاده ها و حتی کلیسه ها که خودشون نشانه هستند از حاشیه. و بحث بعدی بحث مربوط میشه به، فکر کنم یه اسلاید پروندم، حالا به خصوصیت های قومی که اقوام هم می آمدن. همین الانش هم اینطوریه، بعضی از محلات شهر در اختیار بعضی از اقوام است، یا بعضی از روستاها است، یا از بعضی از شهرها هست. اونها میان در کنار شهر اسکان پیدا میکنن. یه نفرشون که میاد یه کانون جذب میشه برای نفرات دیگری که پشت سر هم به شهر مهاجرت. بهره صنایع هم همینطور هم. از قدیم ملایم محلاتی از شهر به نام حرفمندها هست، حرفمندهای مختلفی که در تهران حضور داشتن. تفرجگاه ها بعدا میشن کانون توسعه شهر، تقریبا همه شون این اتفاق براشون افتاده، از دوشان تپه گرفته تا سلطنت آباد، تا عشرت آباد، تا باغ شاه، تا باغ نگارستان، تا باغ لاله‌زار. اینا تفرجگاه های سلطنتی هستن بیرون شهر، ولی کانون های توسعه شهری هستن در دوره های بعد. من روستاهایی که بیرون شهر هستند رو به دو قسمت تقسیم کردم. یه قسمت روستاهایی که پولدارا ساختن، مثل مثلا یوسف آباد، مثل عباس آباد، اینا مثل بهجت آباد، اینا روستایی هستن که پولدارا ساختن بیرون شهر برای که آذوقه شهر رو تهیه کنن، میوه شهر تهیه کنن، بالاخره یه چیزه، یک سرمایه گذاری، قطبای سرمایه گذاری کشاورزی هستن. می آمدن عرضی مواد می گرفتن، یه سری قنات می کشنن و شهر رو توسعه و به شهر سرویس می دادن. یه بخش دیگه هم روستاهای قدیمی هستن، روستاهای قدیمی که از قبل وجود داشتن بعد جزء شهر شدن، مثل مثلا فرض بفرمایید بریانه، مثل فونک، مثل ونک، اون هسته قدیمی. این عکس هوایی که با بالون گرفته حدود 1300. این راهی که میبینید، این راهیه که جاده قدیم شمران، اون موقع خیابان ولیعصر وجود نداره، جاده قدیم شمران، میدان مشق هم که میبینید هنوز این ساختمان های دولتی نیومدن، حتی سردر باغ ملی هم تو این عکس نیست. یعنی این قبل، این عکس قبل از این عکس هوایی، قبل از احداث سردر. سردر 1304 افتتاحش، بنیانش 1300، یعنی از دوره‌ای که رضا شاه کودتا میکنه و اینجا هیچ خبری ازش نیست. به هر حال این اراضی بیرون شهریه که ملاحظه میکنید که روستاها اینجا پراکنده هست، این فیشر آباد مثلا، این بهجت آباد، این آبادی هایی هستن که اطراف شهر پراکنده هست و بعد جزء شهر میشن. یه بخش دیگر هم مناطق صنعتی هستن، پرده به پرده اینا از هر دوره یه سری منطقه صنعتی هستن که یواش یواش جذب شهر میشن و کنار راه ها هستن. بعد اول کارخونه ها هستن، بعد مناطق مسکونی تأمین کننده نیروی کار کارگاه ها هست، و بعد شکل‌گیری بافت شهر. یه بخش اقامتگاه بیرون شهر داریم در تهران که طرحهایی از بیشترین شده دولت هست برای ساختمان سازی. قدیمی ترینشون 1326 600 دستگاه، ولی تعداد اینا زیاد هست. بعدا زیاد میشه، مثل شهرارا، کویکن، نارمک که حالا توی اسلاید بعدی به شما نشون خواهم داد، و نازیاباد 400 دستگاه، نازیاباد نیرو هوایی. اینا چیزایی هستند که دولت برنامه ریزی میکنه. توسعه شهری تهران در محیط پیرامونی و حاشیه دو شکل داره. یک شکلش زیر نظر دولته که بانک ساختمانی هدایتش میکنه، یک شکلش دست آدمایی هستش که اون موقع بهشون گفتن زمین پا،
آدمایی هستن که میان یه جایی رو برمیدن، چند تا خیابون میکشن، یه حمام میسازن، یک مسجد میسازن، بعد شروع میکنن قطعات فروختن، مثل مثلا هاشمی و قصر دشت و جوادیه و اون طرف قاسم آباد توی شرق تهران و همینطور جوادیه شرق تهران، مجیدیه. اینا آدمایی از این چیزایی هستن که سرمایه گذاری هستن که میان برای آدمایی که پول خیلی کمتری دارن قطعه مسکونی میدن. این طرح نارمکه که این برجا توش ساخته نشد. البته این به گوش چیز نرسه که بره این برجا رو وسط میدون بسازه. این میدون هم فوز بود. الان شده میدون نبابت. این گفتم این توسعه های پیرامونیه که میاد یه خیابون اصلی میذاره یه سری کوچه که الان خیلی بافت فرسوده همش اینجاست، به خاطر این طول کوچه ها زیاده، تراکم زیاده، دو طبقه بوده، حالا با این ضوابط تشویقی 4-5 طبقه شده، دسترسی ماشین که اصلا نداره، برای بحران دچار مشکل. دارم میگم که شهر فعلی پر از نشانه هست. حالا دارم اینه طبقه بندی میکنم. این نشانه ها یک تعداد نام هست، اصلا دیگه از اثر خبری نیست، بلکه نام ها بر جا موندن، مثل دروازه دولت که دیگه نیست، و ده ها نامه به این شکلی. یه بخشش بافت شهری هستن که یک سیمایی از شهر رو نشون میدن، یه بخشش بافت روستایی هستن که پراکندن صحبت 200 روستا هست، ولی من هر وقت هیچ وقت این 200 روستا رو نتونستم تا حالا فهرست کنم، 70 تاشو میتونم فهرست کنم. یه بخشی باغ‌ها هستن که زمینه شهر میشن، یه بخشی مکان‌های مقدس و زیارتگاهی هستن، یه بخشیش بخش‌های صنعتی هستن یا تحصیلات تجهیزات شهری هستن، یه بخشیش راه‌ها هستن و جاده‌ها هستن که راجع به همه اینا به عنوان نشانه شهری تلقی میشه، و یه بخشیش فضاهای عمومی هستن، و در نهایت عرض میکنم که این شهر پر از نشانه هست. همه جای این شهر نشانه هست. این شهر نیازمند به خواندنه. اگر شهر رو خواندید میتوانید حفظش کنید. اگر شهر ناخوانده بماند قابل حفاظت هم نیست. ما منفعل خواهیم شد در مقابل توسعه شهر. شهر فعلی یک ابرشهر شهر منطقه است و اصلا محدود پذیر هم دیگه نیست. خیلی متشکرم، ببخشید، خیلی خیلی عزیز. بسیار عالی، دست شما درد نکنه. طبق معمول واقعا استفاده بردیم، حاصل تجربیات چندین و چند ساله شما رو ما در 1.5 ساعت و با زبان شیوای شما شنیدیم. خیلی عالی، بسیار ممنونم آقای دکتر. من یکی از آرزوام همیشه این بوده که با شما قدم بزنیم تو این کوچه پس کوچه های بافت قدیم، ولی هر بار نشده. با اینکه ما بالاخره سال هاست که خدمتتون ارادت داریم، ولی این فرصت برای من حداقل فراهم نشد. امیدوارم که در یک قدم بزنم. من که در خدمت شما هستم، حتما خوشحال میشم. حتما خوشحال. ممنون. انشاءالله فرصت دست. امیدوارم این کورونا زودتر بره و ما بتونیم یک جلسه در خدمت شما باشیم در محیط و در این محدوده ها. و یک جوری از اون چراغ برق صحبت کردید، گفتم فردا برم بگردم پیدا کنم ببینم یه عکس ازش بگیرم برای خودم داشته باشم. با این بسیار عالی. خب دوستانی که حضور دارن در جمع، اگر سوالی دارن از آقای دکتر، البته ایشون همجور که فرمودن خستم هستن، سعی کنید که من اصلا اگه بچه ها سوال کنن خستگیم در میره. خیلی اصلا نظرشون بپرسم، چرا سوال کنن؟ دوستانی که هستن در جمع، اگر که صحبت، نظر یا حرفی دارید و یا سوالی دارید از آقای دکتر بپرسید. من بعید میدونم کسی به اندازه آقای دکتر نسبت به تهران، بعید میدونم که حتما همینجوریه، شناخت داشته باشن، هم از جهت تاریخیش هم از جهت معاصرش،
و هم از جهت برنامه هایی که در تهران در حال انجام هست یا برنامه ریزی هایی که در حال، چون بالاخره ایشون تو همه جلسات و یا بیشتر جلسات و اینها حضور دارند، در تصمیم گیری های راجع به تهران حضور دارند، یک جمعی در واقع مفاهیم تاریخی و امروزی و آینده رو از تهران در جریانش هستن. کمتر کسی است که مثل ایشون نسبت به تهران مسلط باشه. بنابراین هر سوالی دارید از آقای دکتر بپرسید بچه ها، که کمتر فرصت پیش میاد تو این شرایط. سلام و درود آقای دکتر. سلام. خیلی متشکرم از مطالبی که فرمودین، جدی هستم ارادتمندم آقای دکتر. به به، مخلصیم آقای من. خوب هستین ان شاء الله. حالتون چطوره؟ سلامت باشین. زحمت سلامت باشین آقای دکتر. خیلی متشکرم. بزرگواری. آقای دکتر، همیشه این سوال واسه من بوده که تو دوره در واقع پهلوی اول که آلمانی ها خیلی میان کمک میکنن به توسعه ایران و از جمله تهران، نقش اونها آیا همین قسمت، یعنی تو، حالا من اینجور ذهنیت داشتم که آلمانی ها میان توسعه در واقع تهران رو به سمت جنوب تدبیر میکنن، که اون کارخانه جاتی که مثل کارخانه شیشه و نمیدونم اینها در واقع تو پایین در واقع جنوب تهران در واقع هستش، حالا الان انبار غله و اینها هستش، میخوام ببینم که آیا تدبیر اونها بوده یا نه. این رو اگر توضیح بفرمایید، تاثیر اونها رو تو توسعه تهران، ممنون میشه. خیلی متشکرم. عرض میکنم که ولی این تقریبا این نقش آلمانیا در توسعه دوره بلدیه و رضا شاه داره مثل یک افسانه میشه، یعنی از حقیقت دوره. مثلا در مورد راهن بررسی که من کردم برای بحث میراث معماری معاصر، تمام شرکت ها رو بالاخره پیدا کردن، شرکت هایی که توی راهن سرسری ایران طرف قرارداد بودن، بالاترین میزان ایتالیایی ها بودن، حتی چک ها، فرانسوی ها، آمریکایی ها، آلمانی ها نزدیک ته جدول بودن، در حالی که همه معتقدن که مثلا راهن اون. در مورد طرحهای تهران، طرح توسعه تهران به طور قطع نقشه‌های توسعه شهری تهران رو فرانسوی ها تهیه کردن یا ایرانیان دانش آموخته فرانسه تهیه میکنن. ببینید اون موقع زبان دوم در ایران فرانسه بوده، بعد بچه های ایرانی هم ترجیح میدادن که برن فرانسه درس بخونن، چون که اینجا بازار کار مناسب تری رو براشون پیدا میکرده. اون موقع هم اینطور نبوده که یه نفر بره فرانسه تحصیل کنه، تصور کنید تو همون جام زندگی کنه، اصلا این حرفا نبوده. مثل همین حالا دیگه اروپایی ها واسه این ملت های دیگه که مثلا ترم خورد نمی کنن. اینایی هم که میمونن اونجا خودش رو تحمیل میکنن به اون کشور، همیشه شهروند درجه دوم میمونن. ایرانی ها میامدن اینجا کار میکردن، خب اگه میخواستن کار کنن باید این زبان مشترک رو پیدا میکردن. از بین اینهایی که دو دوره کار کردن تو ایران که معروف هستن، کسی هستش که بانک ملی امارت صندوق پسنداز ساخته، فقط همین. کارخونه بلورسازی معلوم نیست کی ساخته، کارخونه سیلور هم بعیده که اونا ساخته باشند، بعید میدونم که اونا ساخته باشند. البته موضوع کار هست. نکته دو دیگه که مطرح کردیم در مورد توسعه در جنوب، نه، قطب صنعتی رو جنوب تشکیل. یه قطب صنعتی خودش میره کنار جاده قدیم، اتفاق میفته جاده شمرون، جاده کرج که راه قزوینه، یه قطبی که دولت دنبالش هست اینه که بره به سمت جنوب، صنایع برن اون جنوب. ولی این حرف، این چیزی که دولت میگه نمیگیره، نمیدونم چرا نمیگیره،
چون جنوب جای خوبی شاید برای زندگی نبوده به خاطر آب و هوا. اون موقع کوله رو اینا اینقدر که تسهیل زندگی رو فراهم نمی کرده. و هر منطقه صنعتی احتیاج داشته به که کارگرها برن و فلان اینا. تو یه مدت یه همچه مشکلی هست و برق بیاد مشکل حل میشه. بعد دوباره دولت میره سمت جنوب. یعنی تر توسعه از 1332 به بعد که بانک توسعه ساختمانی نارمک رو نازی آباد رو طراحی میکنه، دوباره میره بحث اسکان به سمت جنوب. بازم دیگه صحبت آلمانی ها نیست، چون رابطه با آلمان دیگه بعد از جنگ مشکل میشه. 1324 جنگ تموم میشه، جنگ دوم جهانی. بعد از اون آلمان یک کشور شکست خورده است که باید فکر بازسازی خودش باشه. تو کشورهای دیگه کار اونطوری نداره تا دوباره جون میگیره و میشه آلمان شرق غربی و اینا، که دیگه کشورهای دیگه جاش گرفتن تو ایران، بخوان آلمانیا بخوان کار بکنن. و تو ایران هم که از مثلا 32 به بعد آمریکایی‌ها میان میخوان کارا رو در دست بگیرن و تقریبا بدون رقیب هم هستن، چون روسا روی کردشون نسبت به سرمایه‌داری تغییر پیدا کرده و اهداف قبلیشون رو دیگه پیگیری نمی‌کنن از ایران. شاید مثلا اگر نظام قبلی روسیه بود قبل از اتحاد جماهیر شوروی میامد اینجا رقابت میکرد، ولی نه، یه رقابتی در کار نیست. انگلیسی ها بیجون شدن و خودشون تابعی از آمریکا و اصولا اروپا در اثر جنگ خیلی حالش خوب نیست و بیشتر متوجه خودشه. برای اینه که آمریکایی ها میتونن بیان و یواش یواش دنیا رو بگیرن تو دست، به عنوان مرکز کار و فعالیت خودشون در نظر بگیرن. بازم جای آلمانی بعد از جنگ اینجا پررنگ نیست. اگر بچه ها برن سمت اینو کار کنن که رد پای آلمانی رو پیدا کنن، این بالاخره این افغانه حضور آلمانی رو باید یه تنگ تکلیفی کرد. بازم در خدمت از من. خیلی متشکرم آقای دکتر. مرسی عزیزم. از این بچه های مطالعات معماری کلاس خانم غلامی هستند آقای دکتر، اگر کسی هست نکته‌ای باشه من در خدمت شما. آقای دکتر صدای من رو دارین؟ بله. خسته نباشین. واقعا عالی بود، خیلی استفاده کردیم، دستتون درد نکنه. من یه سوالی داشتم خدمتتون. من 4 سال لیسانسم رو خب توی دانشگاه شهر قدس خوندم، خب و این دانشگاه خب بیرون تهران دیگه، توی شهر قدس یا همون قلعه حسن خان اصطلاحاً، اصطلاح اسم قدیمیش و حالا عامیانم همون قلعه حسن خان صدا میکنن همه. من سوالم اینه که ما الان چندین تا شهرک بزرگ اطراف تهران داریم، بزرگ یا کوچیک، حالا مثل ملارد، شهر قدس، مارلیک، اندیشه، بابا سلمان، سراسیاب و حالا تا میرسه به فردیس که حالا جزء کرج هستش. سوال من اینه که چرا اومدن دونه دونه کوچیک کوچیک شهرک ساختن و اصلا اینا به عنوان جایی که برای به اصطلاح کار ندارن، چطور بگم، برای کار اکثرا بر تهران مراجعه میکنن یا حالا بعضا مغازه دار هستن اونجا، مغازه هایی دارن. سوال من اینه که اولا چرا اومدن دونه دونه کوچیک کوچیک شهر ساختن؟ حالا درسته نیازی به محل ارزون قیمت برای خانه‌دار شدن خیلی ها بوده، ولی خب چرا دونه دونه شده؟ چرا به صورت یه مجموعه واحد بزرگ یه شهرک نشده؟ به فرض مثال بزرگترین اینها که شهرک اندیشه هستش، چرا نیامده انقدر بزرگ بشه که 5 فازه تقریبا اندیشه، ولی خب چرا نیامده انقدر این اندیشه بزرگ بشه که تمام این شهرک ها بیان یه شهری به اسم اندیشه بشن؟ مرسی عزیزم. این از خاصیت ابرشهرها. ابرشهرها رو نمیشه کنترل کرد. توی ابرشهرها توسعه جلوتر از برنامه حرکت میکنه. اون چیزی که الان تو تهران اتفاق افتاده و خیلی هم داره مسئله حادی میشه اینه که آقا این خط حریم چه معنی داره؟ شما میایید
داخل این خطری که خودت فرضی کشیدی میخوای مدیریت کنی، بیرونش میفته دست مدیریت های متفرق و مدیریت های مردمی. یعنی یه دونه صاحب زمینی میاد مثلا فرض کن زمین کشاورزیش رو تبدیل میکنه به مسکونی و بعد یه فرایند پیچیده رو طی میکنه برای اینکه این دو اسکان رو درش مستقر کنه. من خیلی دلم میخواد که اگه مثلا فرض کنید که یه برنامه بود اکبرآباد، سلطان‌آباد، مرتضی‌گرد، کهگیزک، اندیشه، شهریار، رباط کریم، سواشهر، نسیم شهر، همه این شهرها که اطراف تهران هستن، اینها رو یک کیس استادی میشود که برن ببینن که چقدر متکی بر برنامه هست و این برنامه هاش کجاست اصلا. ولی از نظر من همین فرایندی که در مورد اسلام شهر طی شده اینا طی کردن، رفتن یک جایی استقرار پیدا کردن، بعد اونجا توسعه پیدا کرده و تبدیل شده به یه مجتمع بزرگتر، بعد یواش یواش اینا صاحب فضای عمومی میشن و خدمات میاد و شهرداری میاد و زباله هاشون حمل میشه و این اتفاق میفته. اینا برنامه ریزی خارج از دستگاه دولت. جمعیت زیاد میشه، پول فقط تو تهران و شهرهای بزرگ تقسیم میشه، اصلا پول تو شهر تقسیم میشه، تو مراکز استانا تقسیم میشه. ببین دیگه پول نفته میاد یه جای پخش میشه. طرح آمایشی هم که گذاشتنش کنار، الان دوباره داره راه میفته که بحث اسکان رو معلوم میکنه. من تصور میکنم که این حرفی که داری میزنی مسئله اصلی تهران کجاست؟ بله دقیقا. آره من چون خیلی در موردش کلن حالا همون اکبرآباد رو فراموش کردم اسمش، ولی من تمام اینا رو خب کامل گشتم، تک به تک این شهرک ها رو که گفتید. ولی اگه بخوایم بگیم بهترینشون کجاست، 100% اسلام شهره، چون اسلام شهر شهرک صنعتی چاردونگه رو داره و خب بیشتر خیلی از نیروی کار اسلام شهر برای کار به چاردونگه میان و حتی نیروی کار از تهران به چاردونگه میره که زیر مجموعه اسلام شهره. ولی شهرکایی که حالا اطراف شهریار هستن، خود شهریار و خود شهریارم البته بهتر از بازی شهرک های اطرافشه، جوابگوی کار ساکنانش نیستش. به خاطر همون من سوالم اینه که چرا این اتفاق افتاده دیگه؟ به هر حال اینا اگر جاذبه اقتصادی کامل نداشته باشن، یه جاذبه اقتصادی مختصر دارن که شهر تصمیم میگیره که شهروند تصمیم میگیره که در اونجا اسکان پیدا بکنه. نمیشه پول نباشه یه گده بیان، یه چیزی هست که یه گده میان. بله مرسی، دستتون درد نکنه. ممنون. نکته دیگری عزیزان؟ خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنونم. خیلی ممنون، متشکرم. مرسی عزیزان. بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. خب آقای یکی از دوستانی که دستش بالا برده، بله یکی از دوستانی که دستش بالا برده سوالشو بپرسه، چون دستشون بالا بردن ولی درخواست سوال دارم ولی سوال نمی کنم. بفرمایید. آقای خانم اعتماد فکر کنم. بعد دکتر خادم زاده فکر میکنم که خانم دکتر گیتی اعتماد هستن میونمون و ایشون احتمالاً صداشون رو ما نمیتونیم بشنویم چون دست در واقع آیکون ایشون دست بالاست. خانم دکتر اعتماد ما صدای شما رو نداریم. دارید شما؟ دارید. صدا...
بله من بلنگو. بله. سلام عرض میکنم خدمتتون خانم دکتر. بسیار ممنون که در خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم از نظرتتون. ساعت 6 با چند دقیقه تاخیر برای اینکه مشکل پیدا کردم برای صدای دکتر رو نمیشنیدم، ولی خوشبختانه ور شدم، یعنی در واقع کلش حالا کل نره، ولی تقریبا به غیر از چند دقیقه اول، یعنی چند دقیقه اول هم شنیدم، فقط بعد یه چند دقیقه قطع شد. خیلی ممنون دکتر مختاری، واقعا برای من خیلی جالب بود، خیلی چیزا رو یاد گرفتم مثل همیشه. فقط میخواستم راجع به این شهرکایی که در اطراف تهران، چون میدونین که ما سالهاست تو این منطقه داریم کار میکنیم، از هشگر تا دماوند و این بر اونور، فکر میکنم همیشه جاذبه‌ای که بوده برای این شهرک ها و اینا واقعا اشتغال نبوده. خیلی از این شهر به غیر از مثلا یه جایی مثل نظرآباد که آقای من میگه اونجا کار خوب میزنه و کنارش هم برای کارگرا و هم برای کارمهندس ها و کارمنداش خونه میسازه و واقعا یک نمونه بسیار خوبیه نظرآباد توی منطقه تهران. ولی بقیه جاها اغلب یا یک روستایی همینجا که شما هم خیلی خوب اشاره کردیم، مثلا شهر رو مثل برآباد و سلطان آباد که در این اواخر که میگم اواخر زمان قبل از انقلاب، حالا بعد از انقلاب هم خب این روش همینجا ادامه داشت، حتی به 20% جمعیت شده در سال میرسید که وحشتناک بود. اینها صرفاً یک زاغ نشینی یا یک به نوع نگاهی غیر رسمی بود برای نیروی کاری که تو تهران بود یا صنایع اطراف، حالا همیشه هم نزدیک کم نبودن. شما ببینین مثلا اونایی که میرن، خیلی از قزوین مثلا میان تهران کار میکنن یا از تهران میرن قزوین، وقتی میگم قزوین منظورم تمام این مسیره، حالا تو کارخونه‌هاش و اینا، یعنی مسئله مسکن و کار دو مسئله بوده که این سکونتگاه ها رو شکل میداده، ولی همیشه لزوما این دوتا با هم کنار هم نبودن، یعنی یه موقع یعنی بیشتر سعی میکردن که جایی برن که زمین ارزون باشه و به خصوص مسئله مالکیت زمین برای این کارگرها، برای قشر کم درآمد مهم بوده تا اجاره نشینی. یعنی من یه مقاله چند سال پیش نوشتم راجع به اصطلاح روستاهایی که شکل گرفت در منطقه، حالا روستا که میگم هر نوع سکونتگاهی، فقط روستا نه، بعضیش البته هست داشتن، ولی لزوما همیشه کار و مسکن نزدیک هم نه، واقعا یک مسافت زیادی بین کار و مسکن بوده. بعضی وقتها این جاذبه به وجود میمده، ناچار بود اگر که وقتی میدیدن هزینه زیاد هست میدادن که حاشیه نشینی هم باشن ولی نزدیک باشن. اگه یادتون باشه شما که شدم به جمع موقعی که آبان رو ساختن، اتفاقا من خودم را خونمون بود، یه تیکه کوچیکی زاغ نشینی اونجا بود، خیلی جالب بود، هنوزم شاید نمیدونم تازه که این هم ببینم، و من اونجا یه کارگر بود که میمد کارامو میکرد، این بهش جا دادن چون میخواستن غیر از اون قسمت های بهجت آبادو از جاهای مختلف تهران هم این زاغ نشینای کوچیکو. ببخشید من دارم زیاده حرف میزنم، وقت شما رو میرم. نه قصد خانم دکتر بفرمایید، خواهش میکنم. این زاغ نشینای مدتی من این خانم رو پیدا کردم رفتش، بعد از یه مدتی برگشت، گفتم چطور شد برگشتین؟ گفت خانم اگه بخوام از اونجا، من تمام خونه‌ای که میرم کار میکنم اینجاست، این مثلا همون منطقه تهران بود، از اونجا بخوام کوی نهان که برم که کار نیست و بخوام کرایه بدم و زمانی که میرم و میام
خیلی مشکله. دوباره برگشته بودم تو همون زاغا تیکر رو به بهشت آباد رو پا کردن و همینجور که میدونی اون برجا رو ساختن. منظورم اینه که سکونت یعنی مسکن ارزان قیمت و کاری مناسب باعث شکلگیری این، حالا بخوام یه جنبندی خیلی سریع بکنم، باعث شکلگیری این سکونتگاه هم شد. منتها بعضی وقتا شانس می آوردن این دوتا نزدیک هم بود، بعضی وقتا هم نمی شد و این دوتا با فاصله بود. ببخشید. مرسی خانم دکتر. خیلی خیلی مهم بود که تو این جلسه شرکت کردی، ولی من اگر می دونستم با احتیاط بیشتری حرف بزنم. نه خواهش میکنم، احتیاط دارید. ببخشید من اگه دخالت کردم، فقط خواستم این یه توضیح کوچیکی بدم خدمت، ولی واقعا مستفیض شدم. خیلی ممنونم دکتر مختاری که خبر دادیم که من بتونم بیام. باعث افتخار ما هستید. خواهش عرض بکنم که بچه ها دیگه خانم دکتر اعتماد رو میشناسن که از مفاخر معماران و شهرسازان این سرزمین هستن با مداومت و پیگیری. خانم دکتر اعتماد دفترشون ادامه دهنده دفتر فرمان فرما شد در تهران و اون کارها رو، کارهایی که مانده بود و احتیاج به ادامه دادن داشت ادامه دادن و هر جا که رفتن این شخصیت مستقل و مشاور رو بهش اعتبار دادن. یه چیزی که به شماها میگم مهمه این هستش که ببخشید لحن نصیحت نباید داشته باشه، اما شمایید که به کار اعتبار میدید، اون کار شماست که کار اعتبار میدید و اونم این هستش که بالاخره تو همین شرایط، تو همین 40 سال و قبل از 40 سال آدم هایی مثل خانم دکتر اعتماد با امانتداری به حرفه این کار رو ادامه اینجا تا اینجا. دو اینکه ایشون مرد نبودن، زن بودن. من کاری یعنی توی حرفه معماری جز پیشگامان معمار شهرساز بودن که مداومت پیدا کردن و یک کاری رو به نتیجه رسوندن. همه کارهای دیگر هم کردن، یعنی همین الان هم سخته. همین الان اگر شما بخواید به 2 نفر 5 نفر 10 نفر حقوق بدی سخته، اونم از دست این دولتی یا بگیری سخته، اونم به حرفش این گوش ندی و بگیری چقدر سخت داره، ولی شدنیه عزیزان. این بحث اشتغال فقط بحث کارخونه ها نیست آقای فرجی، همچون که خانم هم اشاره کردن بحث خدمات هست. خدمات خیلی مهم شده دیگه. کارخونه نیستش که جاذبه برای جذب جمعیت میتونه باشه و کار رو پلانه. خدمات مهمتر از کارخونه. آره عزیزم، اینا هم برای کار میان. آره عزیزم، بعد هم همینطور که فرمودن اسکان های دوگانه هم ممکنه داشته باشه. درسته. یعنی این مثلا فرض کنید که داشتن یک خونه اصلا براشون مهم ممکن نباشه، پروانه داره نداره، ولی بالاخره ثروت دیگه. و بهتر از همه هر چقدر تنگ دست باشه امکان تحصیل برای بچه ها، این بچه های نازنینی که الان مثل گل از این طرف اون طرف دارن، یا همین همین هایی که بلخواه خانوادهشون با فرسی آمدن اینجا اسکان پیدا کردن و هر طور شده یه معیشتی فراهم کردن، بچه ها رفتن تحصیل کردن و بزرگ شدن، آدم بهشون افتخار میکنه. ممنونم از خانواده. ممنونم، منم هم از شما هم از خانم دکتر ممنونم. جواب سوالمو من کامل گرفتم، خیلی لطف کردید. مرسی متشکرم. آقای دکتر خادم‌زاده اگه بچه‌ها سوالی ندارن باید اجازه چیکار کنیم؟ هر چیزی که شما در خدمت شما هستم. نمی‌دونم کسی سوالی اگر نداره که دیگه رفع زحمت کنیم شما رو، اینقدر دیگه اذیت نکنیم.
من که باعث افتخارم. سلامت باشید. من یک سوال داشتم. بفرمایید. من خواستم سلام کنم و خدمت تو آقای دکتر مختاری، ممنون که اومدن زحمت کشیدن، دستشون درد میکنه. من یه سوال داشتم در مورد کودهای جنوب تهران. خواستم بپرسم که این کودهایی که در جنوب تهران حالا در دهه 40 تا 30 میلادی شمسی ببخشید شکل گرفتن و محل زندگی شدن، اینها در قبل از این دوران تو متن اصلی شهر بودن یا توی این گسترش های شهر شکل گرفتن؟ اینا مناطق رها شده بودن، یعنی گودهایی بودن که ازشون خاک برداری شده بود برای اینکه تامین آجر و خشت شهر، و بعد یه منطقه رها شده بودن. اگر هم اسکان درشون بوده، اسکانهایی بوده مثلا فرسون آدم هایی که بی خانمان بودن، ولی بعد یواشه ها جدی شدن. من پدرم یک مدرسه درس می دادن در همون نزدیکی ها تو خیابون مولوی، بعد منم با خودشون می بردن اون مدرسه. اسم مدرسه حجتیه بود. از کنار این گودا رد می شدیم، بعد از اینکه از اتوبوس پیاده می شدیم می آمدیم از کنار این گودا رد می شدیم. تابستونا دست من رو می گرفتن، مادرم می گفت اینا رو ببرید یکی من نفس بکشم. من می آوردن مدرسه شم، بعد من این گودا رو می دیدم. زندگی مثل یه کمی بهتر از زاغ نشینی بود، یعنی ولی توش خونه بود. از این بالا که نگاه می کردی کل سایت رو میدید، یه سایت پلان اینجوری بود که تو چند دوره دولت تصمیم گرفتش که برشون داره و در نهایت رفتند و الان تبدیل به پارک و جاها شده. یک تزی دارم، یکی از دوستان میگن که مگه شما بدون حاشیه نشین میتونید تو شهر زندگی کنید؟ یعنی اگه یکی بخواد بره یه دونه خونه اجاره کنه، با اون اجاره‌ای که باید بده و با پول رفت آمدی که بده، میتونه بیاد مثلا باغچه‌شو برو آب بده بره، راپلتونو تمیز کنه بره. اگر که حاشیه نشینی توی قاسم آباد و آبک و دربند و حصارک، و بالاخره همین الان این شمرون با حاشیه نشیناش داره زندگی میکنه. میشه ارتقا داد زندگی اونا رو، ولی دوباره این اتفاق تکرار میشه. خانم نوکر اشاره کردن، ببین کوی نهم آبان درست کردن برای اینکه مثلا اینایی که جمع کرده بودن برن اونجا. توی جنت آباد یکی داشتیم، همین توی میدون راهن یکی داشتیم که بیشترش مال هم میدون راهن بود. بغل آپارتمانای آفبی یه دونه داشتیم که چشم انداز اصلا آیسپه، یه بهش میگفتن زوراباد، اینا زوراباد علوی آباد بود. اینا جلو چشم ایام بود، اینا مثل بمبئی بود مثلا امین یوسف ها. اینا رو جمع میکنن، ولی بعد دوباره یه جای دیگه سر در میاد، استقرار پیدا میکنه. اصلا خاصیت شهری مثل که کلان شهر بدین اینا نمیتونه زندگی کنه. یه اتفاق خیلی عجیب تو برازیلیا افتاد. برازیلیا یه شهر جدیده دیگه، یعنی دیگه اوج آرزوهای مدرنیست هست، آرمان شهر مدرنیست هست که به عنوان پایتخت برازیلیا طراحی شد. شهر برای 500 هزار نفر طراحی شد، پایتخت برزیل به جای ریو دو ژانیرو. در عرض نمیدونم 10 سال 15 سال 2 میلیون نفر حاشیه نشین بده. پدیده راحتی نیست جمع کردنش. خانم دکتر خیلی سابقه زیادی دارن در پرداختن به این موضوع، برای هبیتیت کار کردن، برای سازمان ملل
کاری کردن، چند تا از این کارا کردن، شاید مثلا نمیدونم چقدر بشه ازشون خواهش کرد که یه دفعه یکی از این تجربیاتشون رو برای کلاس بگن، برای ما بگن، برای ما بگن که ما ببینیم که چی کار میشه کرد، اصلا چی هستن، چه تغییراتی پیدا کردن، چه تحولاتی پیدا کردن، چقدر لازمن برای شهر و چی کار باید کرد. الان از چی ناراحتی؟ الان من از امامزاده قاسم راست میگم، برای این ناراحتم که اینا مثلا ساختمان های ناپایدار دارن، یا من مثلا وضعم خوبه میگم که چرا مثلا این باید اینجا باشه. اینم باید به اینش هم رسید. برای همیشه دولت کوشش کرده که یه جوری مسئله رو حل کنه، مسئله تغییر کرده، حل نشده. مرتضاگر در عرض یک سال شهر، مرتضاگر تو جاده ورامینه نزدیک قلعه نو، در عرض یک سال شهر شد. یک سال. من یه موقعی در ورامین کار میکردم، در رواش کریم میرفتم، یه کارمسری بود داشتیم درست میکردم، یه گروه هایی بودن مثلا سال 71 72 یه گروه هایی بودن که یه شبه سخت میزدن، خیلی هم پولدار شده بودن، همه چیز یه جورایی هم کلاشون رو پولدار نیدن، یعنی مثل سازماندهی شده عمل میکردن. بعد اگر یه شبه سخت بزنه کسی، حکم قضایی میخواد برای اینکه سخت بیاد پایین، تا قبل از سخت رو میشه خراب کرد، سخت رو دیگه نمیشه خراب. یه شبه سخت میزدن و اصلا کاری به پروانه و خیابون کشی و فضای عمومی و خدمات و ارزم بزرگتون بهداشت و مدرسه و یه حرفا نداشتن. اسکان بدتر از اسکان، اونی که در بم شاهده شدم، تصرف زمین. در بم شاهد بودم که شهرک امیرالمومنین که قبلش اسکان داده بودن زلزله‌زده ها رو با کانکس و چادر، بعد پشیمون شدن، تمام این کانکس ها و چادر ها رو با هزار گرفتاری جمع کردن، بعد یه نفر که سند گرفته بود، یک صاحب محضری بود، برای اون اصل، برای اون زمین ها تفکیک کرد به قطعات 250 متری با پول بسیار کمی در اختیار دیگران قرار بود. بم بعد از زلزله دوچار حاشیه‌نشینی شد، یعنی بدون پروانه می آمدن چهار تا مثلا چوب چیزی آهنی هوا میکردن، حلبی میکشیدن روش، میشد خونه و محل بزه. چقدر برای این تلاش کردیم، آخر نمیدونم اون شهره که امیرالمومنین درست شد یا نشد، یعنی برداشته شد یا نشد. مولود زلزله بود. انسان موجود پیچیده ای، وقتی در قالب یک شهر دور هم میان پیچیده تر میشه، وقتی وارد هزاره سوم میشه خیلی پیچیده تر میشه. مثلا حل کردن مشکل اطراف نائین خیلی راحته، ولی مثلا وارد بحث اصفهان و کاشان پیچیده تر میشه، تهران خیلی پیچیده تر میشه. باید بهش پرداخت. ببخشید. خب آقای دکتر بسیار ممنون، متشکر، خیلی خیلی زحمت کشیدید، خیلی هم استفاده بردیم از نظراتتون و صحبتاتون. امیدوارم که هر کجا هستید موفق باشید و معید. اگر ظاهرن بچه ها دیگه سوالی یا بحثی چیزی ندارن، بذاریم واسه بعد اگر سوالی هم هست. بله دیگه خیلی هم طولانی شد، شما هم دیگه خیلی خسته است، این ساعت 8 شده بود. بسیار ممنونم، خیلی لطف کردید. خیلی زحمت کشیدین، دست شما درد نکنه. از خانم دکتر اعتمادم که در جلسه حضور داشتن تشکر میکنیم و در بحث ما خیلی نظر عالی داشتن، بسیار عالی، ممنونم ازشون. مرسی آقای دکتر. من از خانم دکتر اعتماد شما و خانم غلامی ممنونم، از بچه های گروه مطالعات معماری که تا الان هم توی کلاس هنوز حاضر هستن،
ممنونم و بعدن همه رو ببینیم بعد از ایام کرونا. براتون آرزوی روزای خوشی رو دارم برای آینده. آقای دکتر برای شما آرزوی سلامتی دارم. متشکرم. دکتر مختاری ممنونم از اینکه تشریف آوردید و مرسی بابت مباحثی که مطرح کردین. واقعا من عذر میخوام بابت این مزاحمتایی که چند وقته برای شما داشتم، ولی واقعا لذت بردین. مرسی از اینکه پیششمون بودید. از خانم غلامی هم که واقعا مصرانه پیگیر کردن شما رو کشوندن تو این جلسه، ازشون تشکر میکنم. ممنونم. از آقای مهند جدی هم ممنونم. آقایی که منبرهای منو دیدن بازم توی این منبرم اومدن. خیلی ممنونم از شما. خیلی خیلی متشکرم دکتر. خیلی استفاده کرد. ممنونم. مرسی. بله بسیار متشکرم. آقای دکتر فعلا خداحافظ شما. بچه ها خداحافظ شما. آقای مهند جدی، خانم اعتماد، دکتر اعتماد، خداحافظ شما. ممنون دکتر فاطمه زاده، خسته نباشید. خدا نگهدار. دکتر مختاری خیلی خیلی ممنونم. مرسی. خدا نگهدار. استاد شبتون بخیر. خدا نگهدار. مرسی خانم طرفه نژاد عزیز. خیلی ممنون.